السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرفتن <applause> موی ابرو یا کم کردن موی ابرو در حدیث مبارک آمده رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم لعن النامسه و المتنمسه در اینجا نامسه و متنمسه آمده که لعنت الله سبحانه و تعالی بر زن باد که موهای ابرو یا صورتش را میگیرد در اینجا نمس یعنی گرفتن تمام مو یا بخشی از مو باشه خواه کاملا ابرو برداشته شوه یا یک قسمت از او دور شوه فرقی نمیکنه که دور کردن ابرو با تراشیدن باشه با پل باشه چیندن باشه با موی چینک باشه و یا با تار باشه یا کوتاه کردنش باشه به که الله سبحانه و تعالی این موها را آفریده تا دو یک حکمت هایی هست برای انسان دو حکمت های هست ای که ها است هایست بشر تغییر کرده روز روز. به مرور زمان بشریت بسوی از رفته که موی چینک پیدا کنه و نخ کنه و تارا بیگی و موی بگیره یا هسته است عادت مردم شده یعنی این خلقت انسان کلش حکمت داره اکمت های زی زیاد است از نگاه بیولوژیکی از نگاه ساینس که ما نمیتونیم بگیره حساب بکنیم آلودگی ها هست خاک هست گرد هایی که در اطراف ما هست و حتی خاطر خنوکی و گرمی و عرق و سرما بسیار بسیار زیاد در این باره تحقیقات شده شما میتونید که در یوتیوب تمامتان ببینید که ابرو چقدر وظیفه داره در جسم انسان یکی دوم تحقیقی که در این باره ما کردیم وقتی که ابرو از پشت چشم امی یک دانه ابرو برداشته میشه امی جای ازی یک رقم بیرون میبره مثل پوقانه وری اتو آدم صحیح نمیفهمه اما در زیر میکروسکوپ که را تحقیقات کردن دیدن اما جای ازی تو بیرون برامدگی میمونه و ای باعث میشه که بسیار تکلیف های بسیار زیاد مدهش را پیدا شود در بدن انسان چون ای از ریشه کنده میشه و او جای ریشه ای است یعنی یعنی تکالیف مختلفه حتی بعض ماگرین ها بعض سردردی ها نیم سری ها هر کسی که زیاد مویای ابروی خودم میگیره به خاطر فیشن و درشن به خاطر که خوب معلوم شوه اکثریت اینا سردردی دارن اکثریتشان مایگرین نیمسری نیم سری دارن چرا الله سبحانه و تعالی به حکمت از آگاه هست و ای که باعث دیگه چی مرزا میشه انوز بشر پیدا نکرده هنوز بشر نمیفهمه که چی پیدا کرده ببینید از این قدر بعضی وقتا ریشه ریشه مو اگر در یک جای که اشتباه چی شوه برای ایدا داخل بسیار یک انفکشن خطرناک میکنه و خود تراش کردن ازی گرفتن ازی برداشتن ازی خیلی ریسک بسیار بلند داره یعنی بسیار خطر بزرگی داره چرا دفعه دوم که میبره از زیر اگر ریشه ازی کت شد یا پایین یا بالا شد از ای داخل نمو میکنه و لطفا شما خودتان من ایس انسان های بالغ و جوان انسانهای که خداوند برای شما عقل داده برین خودتان سرچ بکنین که امکان زیاد است که وقتی که یک مو از یک جای برداشته شد که ای داخل پس خود ازی در دا داخل نمو بکنه یعنی این ابرو اگر ایتو سر راسته برایه بایواز ازی سرچپه در دا داخل بدن نمو بکنه و این باعث بسیار امراض خطرناک حتی کوری چشم میشه برای لاوزی اکمت های بسیار زیادی هست که هنوز بشر را پیدا کرده نتانسته و در مورد از این تحقیقات بسیار زیاد صورت گرفته و این یک نوی هست تغییرات در خلقت بشر است بله کسانی که مشکل دارن مشکل چی؟ مشکل عیبی دارن یک عیب دارن در ابرویشون به که مثلا یک خواهر هست که ابروی ازی آنقدر دراز است که خواستگار که بیا که ببینه در اولین وحله چی میشه؟ یعنی میگه عیب بزرگی است که در قسمت بالای چشم ازی یا بالای ابروی ازی هست و این خوش نداره یا بسیار زیاد دبل است یا اینکه که به شکل است که یک عیب داره یک نقصان داره یک نقص داره یک مشکل داره و عیب باعث میشه که حتی صورت از بد شکل بسازه یعنی در صورت که یک عیب فاحش باشه که مشکل بزرگ را بر انسان خلق بکنه مشکل صحی باشه یا یکی از مشکلات دیگر شرعی باشه در او صورت ایراد نداره ایراد نداره که لیزر و به صورت درستش ای درست شده او هم در صورت که عیب باشه اما در صورت که بعض از خواهران اینا چی میکنن به خاطر فیشن و درشن میکنن و ای قسمت پیوست از ایره یا قسمت از ایره حتی بعض کسا فتوا کشیدن که خیر از پیوست میتونی بگیرید دیگه ای فتوا ها رو هم کشیدن اینجا رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میگه چی بخشه یا چی کلشه لعن النامیستی و المتنمیستی این در در بخاری هم آمده در مسلم شریف در مسلم شریف هم آمده اگه باید یادم باشه که در بخاری فکر می کنم 4886 4886 نمبرش است و در مسلم فعلا فراموشم شده شماره 2000 چند است یعنی یعنی اصل عدیث هست عدیث صحیح هست در یه هیچ نیست شما میتونید را چک بکنید و الله سبحانه و تعالی بیتر میفهمه که انسان ها را چه رقم خلق بکنه با مناسبت خلق بکنه تناسب رویش چه رقم باشه تناسب دیگر اعضای بدنش چه رقم باشه این حکمت الله سبحانه و تعالی هست و اما یک عیب که بسار فاحش است که باعث از این میشه که یک دختر باکره در خانه بینشینه و هر کس بیایه بر ای عیب بگیره بیایه عیب بگیره چی در ابروش باشه چی در رویش باشه هر موی زاید باشه که او عیب شوه پس در او صورت میتونه که او را ممو شیوه درستش برداره و این بسار حکمت های بزرگ داره خواهران ما دیگه لطفا زیاد قیل و قال نکنیم بهتر است چرا الرسول الله میگه صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی کسانی را که زیاد در موضوعاتی که اسلام تشریح کرده قیل و قال میکنن اونا را دوست نمی داشته باشه و ایران به خاطر داشته باشین که ملحدا سیکولرها غربی ها غرب زده ها همیشه بالای مسائل بسیار میپیچن بسیار میپیچن نگاه اتازمی کلیپ های صوتی ما اینا سو استفاده میکنن به اینجا روان کو به اونجا روان کو باز یک نفر زنگ بزنه و باز شکایت بکنه که استاد عارفیت گفته ما هر چیزی که میگم قال الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون شک اگر ما خارج ازی گفتم میتونین شما انتقاد بکنین اما رسول مبارک صلی الله علیه و سلم نتانه هیچ چنین حدیث از دری باره در باری ناخن ها حدیث است در باره موهایی که مردم به موی خود میچسبانند زن که باش مویشان دراز معلوم شود در باری ازو هست در تتو یا خالکوبی هست یعنی تمام اینا زنهایی هستن که مورد لعنت قرار گرفتن موضوعی که خیلی مهم است موضوع لعنت است اکثر خواران وقتی که لعنت میشنوند یه دفعه اینا را برق میگیره میگه او اذا کجا گفته یه دیس چونین چونان فی میگیرن لعنت یعنی از رحمت الله سبحانه و تعالی محروم میشن امی که که انسان امی نماز صبح خدا نخونه این محروم است این لعنت شده نماز چاشت چند نخوان این معروم است رحمت خداوند او است که الله سبحانه و تعالی برات یک ملک مقرر روان میکنه که تو را به نماز صبح بیدار بکنه یک دفعه یک احساس برات رخ میده به نماز بیدار میشی اونو رحمت ای الله سبحانه و تعالی است و ای که تو به نماز بیدار نشدی تو که خود محاسبه کن که تو چی کردی که با نماز تو بیدار نشدی تو چی گناهی کرده باشی که تو به نماز بیدار نشده باشی این چیزها خیلی مهم است مردم میره بسیار پیش پا میبینن فکر میکنن یک موضوع بسیار پیش پا افتاده هست اما نه این موضوع به اندازه مهم است انسان وقتی از رحمت الله محروم میشه که او یک گناه بکنه و گناه از اون بزرگ باشه گناه کوچک نباشه بسیار زیاد و در در درباری مسائل ما چیزهایی را با چشم داریم که وقتش نیست که ما به شما برادران و خواهران عزیزیم درباره تشریح بکنم به خاطر که بسیار مسائل چشم ما دیدیم که 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 انسان متحیر میشه ایران میمونه که گب سبحان الله سخندر در کجا هست دیگه الله سبحانه و تعالی ادایت من بکند تا طبق کتاب و سنت رفتار و عمل من باشد تا هم خاک شویم به مو خاک شویم که الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشد آمین یا رب العالمین